بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأما بعد، خواران برادران وبینندگان محترم شبکه جهانی آریانا افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امروز سه شنبه مورخ 21 فوریه 2012 میلادی هست. در برنامه شام عرفان باز هم خدمت حضور شما قرار داریم با جناب استاد گرامی محترم نگارگرسه. البته قسمی که میدانین به روزهای سه شنبه برنامه های عرفانی، برنامه های ادبی و فرهنگی ما داریم هلکسی، و جناب استاد هر 14 روز یک بار خدمت حضور شما مسائل بسیار عمیق، ژرف و آموزنده، مسائل نکات و رموز را که به ارتباط به معنویت است و مسائل عرفان است، تصوف است و مسائل همچنان پیرامون خود محبت است، عشق است، صفا است و صمیمیت است، خدمت حضور شما پیشکش میکنه. درس های آموزنده که هر روز در زندگی خود انسان به او ضرورت داره، صداقت، پاکی، راستی، محبت و گذشت و بزرگمنشی و زیادتر توجه به معنویت، چیزی که در جامعه ما امروز متاسفانه گم شده و جامعه به انارشیزم و به مشکلات عدیده مواجه هست. خدمت حضور شما راجع به مباحث شبهای گذشته باز هم استاد با ارتباط عرایز خود میگن، و بعد از صحبتهای استاد ما سوالات خود را و همچنان بیننده ها از طریق تلفن با سوالات را مطرح کنند. خواهشمند هستم در نیم ساعت اول برنامه تلفن نکنین، چرا من تلفن ها را نمیگیرم. استاد گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. با معذرت از اینکه کمی با تاخیر شروع شد برنامه، البته حدود 8 دقیقه ما ان شاءالله که برنامه را پوره خلاص میکنیم. خواهشمند هستم که به سلسله صحبت های بسیار شیرین و جالبتان بحث هفته گذشته را استاد گرامی ادامه بدید. خب، ما و شما اگر به یادتان باشه راجع به کنز و رموز امیر حسینی سادات غوری گپ می زدیم که او کوشش کرده بود که احکام اسلامی را یک قسم توضیح بده و هدفش برای ما تشریح بکنه که این احکام در خدمت چی چیزی هستند و از ما چی می خواهند. چنان که مثلا در بیان معرفت کلمه طیبه برای ما گفت، در بیان معرفت نماز گفت، در بیان معرفت زکات گفت، در بیان معرفت روزه گفت و در بیان معرفت حج گفت. بله. امروز صحبت خدا از معرفت علم شروع میکنیم. بسیار زیبا. یکی از مشکلات اسلام در مجموعی بود که اسلام در یک جامعه که مردم سواد و آگاهی کافی نداشتن در امور کم یک جامعه آمد. ده. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وسایل مختلف و در حالات مختلف کوشش کرد که آگاهی و دانش مسلمانان را درباره اسلام بالا ببره و با هر گونه افکار خرافی یا با مبالغه در مورد شخصیت خود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جدا مبارزه بکنند. به طور مثال میبینیم که وقتی که فرزند حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات میکنه، اتفاقا در امو روز آفتاب گرفتگی رخ میده. بعضی ها ادعا میکنن که این آفتاب گرفتگی به خاطر مرگ فرزند پیغمبر است. ده. و حضرت پیامبر فورا بر منبر بالا میشه و میگه که آفتاب به خاطر هیچ کس گرفته نمیشه، این افکار از سرتان دور کنین، فرزند ما مثل فرزندای کل شما یک انسان عادی بود. بله. یا به طور مثال برای دختر خود حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها میگه که این من نسبتی که تو کتیمه داری ای ایچ بنفتو نیست و فقط اعمال توست که تو را نجات میده. بله.
بنابراین میبینیم که مسلمان ها در پرتو عمیق هم برخورد و حتی پیامبر اسلام از اسیرایی که به دست مسلمان ها اسیر هستن میخواید که برای مسلمان ها سواد یاد بده. بله. و معنای این سواد ایست نیست که ما تصور بکنیم که منظور از علم تنها علم دین است. بله. به خاطر که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علم یک تصنیف میکنه که او تصنیف ما فکر میکنم که اگر ما ماهیتش بفهمیم عمقش بفهمیم تا امروز به اعتبار خود باقی است. بله. او میگه که علم دو نوع است، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم دین ها و علم بدن ها. اینالی از علم ادیان منظورش تنها علم درباره اسلام نیست، بلکه درباره تمام ادیان است. بله. و اگر ما تمام ادیان مطالعه بکنیم این برای ما یک وسعت مشرب از یک طرف عطا می کند. بله. و از طرف دیگه ما متوجه میشیم که اسلام براستی تکامل دینهای قبل از خود است، یعنی متوجه جنبه های در دین خود میشیم که میفهمیم که این دین ما به حسابی که در موارد مختلف قرآن کریم برای مسلمان ها گفته میشه که هر کسی هر چیزی که ادعا میکنه از او دلیلش بخواین و بگوین که قل هاتو برهانکم، بگو که برهان تبیار دلیل تبیار. بنابراین وقتی که شما از کسی طلب دلیل میکنین ای به معنای استدلال است، ای به معنای منطق است و ای به معنای جربست فلسفی و علمی است. لیکن بدبختانه مسلمان ها مخصوصا بعد از دوره متوکل یا در دوره متوکل بعد از دوره مأمون دوچار یک نوع تعصب فکری میشن و مخصوصا علمای اسلام از احساسات عامه مردم که جاهل ماندن بی سواد ماندن استفاده میکنن و بازار تکفیر گرم میسازن و بنابراین ما میبینیم که در دوره های بعدی آهسته آهسته او مدنیت عظیمی که مسلمان ها به وجود آورده بودند از میان مسلمان ها رخت بسته می کنه و کار تعصب به جای می رسه که فرض می کنم تمام آثار ابن سینا به عنوان آثار زاله یعنی گمراه کننده سوختانده میشه، ابن سینا تکفیر میشه، ابن عربی تکفیر میشه، حضرت مولانا تکفیر میشه و هر کسی اگر کوچکترین گپی میزنه فورا بدونی که ماهیت گپش بفهمن، معنای گپش بفهمن، علما از عوام مردم استفاده میکنن و بازار تکفیر گرم میسازن. به هر صورت امیر حسینی سادات در مورد معرفت علم برای ما میگه که ای گرامی گوهر عالی نسب دانش آموز و شناسایی طلب، رهنمایانی که بینا بودند هم به دانش راه حق پیمودند، مردم دانش ورای عالمند دیو مردم هم ز نسل آدمند، ای بداغ جهل خود را سوخته جز فراموشی دلت ناموخته، سر برار از خواب نادانی خیش تا نمانی در پریشانی خیش، خالقی که از هر دو کونت برگزید نی برای خواب و خوردت آفرید، در پی دانش رو ای فرزانه مرد نیست عذره رو به نادانی مگرد، مرده جهلی چه سوداب و گلت، علم خان تا زندگی یابد دلت، علم باید تا عمل گنجی بود زان که بی دانش عمل رنجی بود، علم بنیاد است و طاعت خانه ای بی اساس کی بود کاشانه ای، چیست دانش آن که تن بیرون بری تا بدانی
که از همه نادانتری، چون به نادانی خود دانا شوی، رو کنی بر تخت خود والا شوی، مردم از گفتن نبیند جزیان، دانشان در دل بود نه در زبان، گر عمل با علم تو پیوند نیست، جبه و دستار دانشمند نیست، خنده دیو است بی دانش عمل، شحنه شیطان بود مرد جدل، قیل و قالت ره ندارد هیچ سوی، معرفت حاصل کنی بسیار گوی، در ره معنی اگر دانا شوی، چون صدف در قعر این دریا شوی. اینالی عزیز ما چند چیز می فهمیم. در درجه اول انسان تشویق می کنه به جستجوی علم و یاد گرفتن علم و علمی که توأم با عمل باشه، و در عین زمان از مغالطه و جربت بیفایده که ناشی از خودخواهی ماست ما را برحذر می داره، به خاطری که اگر منظور از دانش امی باشه که ما در بحث دیگران را مغلوب بسازیم، در این صورت این رقم دانش برای ما یک خودخواهی بیته و به اصطلاح ما را به گفته امیر حسینی سادات غوری شحنه شیطان می سازه. از او خاطری میگه که شحنه شیطان بود مرد جدل. و از طرف دیگه یک موضوع بسیار جالبی را که دیجا مطرح میکنه، میگه که علم صورت ریشه آب و گل است، علم معنی رهبر جان و دل است، آنچه نگذارد تو را جز سوی دوست، مغز دانش آن بود بگذرز پوست، کار دل باشد همه کشف و عیان، شرح این معنی نگنجد در بیان، گنج پنهان است علم معنوی، در تو آید چون ز خود بیرون شوی، اول از علم شریعت بهره گیر، طفل را نبود غذای بیزشیر، علم کسبی گر نباشد حاصلت، علم میراثی نیاید در دلت، زبده علمت حصول دین بود، اطلب العلم ای پسر در این بود، بندگی طاعت بود پندار نه، علم دانستن بود گفتار نه. اینالی در اینجا یک مشکلی که ما برای شما در اول صحبت خود اشاره کردم که اسلام با یک جامعه که در اوج اکثریت مردم بی‌سواد مانده بودن روبرو بود، و بنابراین وقتی که امیر قم یک جامعه باشه، علم دین در بین مردم عادی عام نمیشه، در حالی که از نظر اسلام ما میفهمیم که هر مسلمان عادی میتونه که امامت بکنه، پس توقع اسلام از ما ایست که هر مسلمان عادی و قدر باید از دین خود بفهمه که قدرت امامت کردن داشته باشه، اما بدبختانه علم دین این مردکه میگه که اول میایه به خاطر که امور رقمی که برای طفل غذای اولش شیر مادر است، او هر غذا را خورده نمیتونه، در این مورد هم علم دین با دیگه علوم باید امراه باشه، یعنی اگر مسلمانای عادی، اگر روشن فکرای مسلمان از علم دین هم آگاه می بودن، در او صورت ای سوی استفاده هایی که به نام اسلام از دین اسلام شده صورت نمی گرفت و این رقم کار اسلام زار نمی شد که امروز ما از کاروان مدنیت دنیا بسیار بسیار فاصله داریم که حتی تصورش هم کرده نمیتونیم که چه قسم میتونیم خود به این کاروان قرن 21 برسانیم و چیلنجایی که امروز در برابر مسلمان ها و در برابر اسلام قرار داره او را کتیش برخورد درست و منطقی کرده بتونیم. بعد از او امیر حسینی سادات از این تیر میشه و در بیان معرفت توحید میگه. توحید یعنی وحدانیت خدا، یعنی یگانگی خدا، یعنی چیزی که در
قل هو الله احد آمده، خدا یگانه است، هیچ شی مثلش نیست و بنابراین ما به هیچ صورت نمیتونیم که خدا را تجسم مادی بتیم و ما ذات خدا را قطعا نمیشناسیم و با صفاتی که خدا خودش از خود یاد کرده با همو صفات خداوند میشناسیم. بله. اینالی مسئله توحید اساس دین است اسلام و کلمه توحید که ما میخوانیم این مرکب از لا اله الا الله است، یعنی با لا گفتن خود ما همه چیز غیر از خدا نفی میکنیم و میگیم وجود نداره، اما با الا که به معنای مگر است میگیم که لا اله الهی نیست مگر الله، یعنی خدای واحد و یگانه که با حساب کلام الله مجید لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مانند او وجود نداره. و امی اساس توحید در اسلام است و هر اسلام هر مسلمانی که موحد باشه او به گفته علامه اقبال میگه که هر که حق باشد چو جانم در تنش خم نگردد پیش باطل گردنش. وقتی که یک مسلمان میگه که بغیر از خدا هیچ قدرتی دیگه وجود نداره، معنایش این میشه که اسلام ما را از پرستش دکتاتورا، از کمرخم کردن در برابر شاه ها و قدرتمندا باز میداره. اما بدبختانه میبینیم که اسلام در یک دوره خاص وقتی که شکار قدرت‌های استبدادی شده تا امروز بدبختانه امورکم اسیر قدرت‌های استبدادی مانده و امروز مسلمانایی که میفهمند جوانای مسلمان یک وظیفه‌شان ایست که در هر جایی که هستند بر ضد هر گونه استبداد مذهبی، بر ضد هر گونه سوء استفاده از دین استادگی بکنن و امو رقمی که قرآن برشان گفته به حساب امو که قل هاتو برهانکم، از علما دلیل بخواین، برهان بخواین. و اسلام این رقم نیست که تنها تابع نقل باشه، به خاطری که امو رقمی که ما در او رو صحبت کردیم در مورد احادیث بعدن کدام وقت صحبت خواد کردیم که چگونه معیارهای برای قبول حدیث وجود داره و علمای مسلمان چقدر زحمتها کشیدن که دانستن که احادیث ثقه حضرت پیغمبر از احادیث جعلی و ساختگی جدا بکنن. او را به هر صورت در آینده گپ میزنیم، اما این در باره توحید میگه چون مسافر گشتیان در راه دین، صدق باشد مرکب و رهبر یقین، باز کن چشم خرد را پیش و پس، عقل فرزانه تو را استاد بس، نفی کن اثبات هر موجود را، تا بدانی هستی معبود را، وصف خود کرد و بدان موصوف شد، نام خود کرد و بدان معروف شد، در دو عالم هیچ کس همتاش نیست، همچو عالم پستی و بالاش نیست، دانش عامی ندارد زین گذر، اهل صورت را تمام است این قدر. و بعد از او از توحید وقتی که میگذره در بیان معرفت عارف میآید و میگه که چون به وحدت در گذشتی از دویی، عارف اسرار توحیدش تویی، کس نداند شرح حال معرفت، عاجزی آمد کمال معرفت، معرفت اصل شناسایی بود، چشم و دل را نور بینایی بود، گر تو بینایی به انوار یقین، عارف و معروف را جز حق مبین، عارف از خود هیچ کاری در نیافت، زان که حق را جز به حق نتوان شناخت،
گر نبودی بخشش حق رهنمون سر بیچون را که پی بردی برون راه رو اینجا قدم جز سر نیافت جز تحیر هیچ رمزی در نیافت. اینجا منظورش از سر ایست که وقتی که ما عجز نشان میتیم در دربار خدا، وقتی که در برابر خدا سجده میکنیم از طریق نماز خود و از طریق اطاعت خود است که به هستی و به وحدت خداوند پی میبریم. و اگر امی نباشه در ای را هیچ کس جز با سجده یا جز با سر دیگر رقم رفته نمیتونه. آه اگر یابی زهالی خود خبر این همه افسانه گردد مختصر. چند از این سرگشته بودن بی سبب کان این گوهر توی از خود طلب. همچون آبینا مبر هر سوی دست با تو در زیر گلیم است آنچه است. ای یگانه چند از این نقش دویی طالب خود شو که این جمله تویی. در طریق معرفت نای درست تا تو خود را باز نشناسی نخست. پس اینجا میبینیم که شرط رسیدن به خدا را یا شرط معرفت خدا را این خودشناسی قرار داده که انسان اول خود باید بشناسه. اینالی خودشناسی به معنای این نیست که ما بفهمم که ما یک نام دارم و ما در یک مقطع زمانی وجود دارم. به طور مثال اگر نام ما اسحاق است، پدر و مادر میتونست که برای ما یک نام دیگه بده، در اون صورت ما یک هویت دیگه داشتم. پس این اساس شناخت ما بوده نمیتونه. شناخت ما راجع به خود ما وقتی جنبه معرفت پیدا میکنه که ما پرسان بکنم که هستم، هدف زندگی ما در دنیا چی هست، آیا این هدف امیست که ما در امی دنیا آمدیم زندگی میکنم و یک چند وقت بعد میمرم و وقتی که مردم همه چیز خاتمه پیدا میکنه، و آیا فرض میکنم یک زندگی دیگه در ماورای این زندگی ما وجود داره، و آیا ما خود ما خود به وجود آوردیم. اگر ما خود ما خود به وجود آورده باشم معنایش ایست که در یک مرحله ما معدوم بودیم. وقتی که ما معدوم بودیم پس ما هستی را به وجود آورده نمیتونم. بنابراین ما خودم خود به وجود آورده نمیتونم. و اینالی اگر یک ذاتی ما را به وجود آورده، این ذات چه نوع ذات است؟ و از این نقطه است که ما میتونیم که به خداشناسی و بالاخره به وحدت خدا هم برسیم. پس به حساب امی گپی که امیر حسینی سادات میگه، معرفت انسان در حقیقت کلید است برای معرفت خدا. بعد از او سر معرفت نفس گذر میکنه و در مورد معرفت نفس برای ما میگه که انسان دو وجود داره. یکی وجود فیزیکی و مادی داره و یکی وجود روحی داره. این وجود فیزیکی و مادی انسان نیازمند خورد و نوش و تمام خواسته های انسانی است. لکن در عین زمان اگر انسان تنها به منظور امی خورد و نوش می بود، در این صورت با دیگه حیوانات هیچ فرق نداشت، از خاطر که در این مورد، یعنی در مورد نیازهای فیزیکی، ما با تمام حیوانات دیگه همسان هستیم. تنها نیازهای معنوی یا نیازهای معرفتی است که ما را از عالم حیوانات جدا می کنند. پس وقتی که ما نفس خود بشناسیم میبینیم که نفس ما سه درجه مختلف داره. در یک حالت همه چیز برای خود میخواییم، جز خود هیچ کسی را نمیشناسیم، جهان در خدمت خود میگیریم و این رقم نفس عرفا نامش ماندن که نفس
نفس امارة بسو، یعنی نفسی که ما را به طرف بدی ها امر میکنه، یعنی نفسی که از ما میخواه که همه چیز را برای خود بخواهیم، یعنی نفسی که دچار عقل مصلحت بین است. عقل مصلحت بین یعنی امو عقلی که مصلحت خود انسان در نظر داره و هر چیزی را برای خود انسان میخواه، و بنابراین این عقل مصلحت بین امو عقلی است که حافظ میگه که شرابی کو که شوری در سری پرشورم اندازد، ز عقل مصلحت بین صد بیابان دورم اندازد. یا فرض میکنیم حضرت بیدل وقتی که میگه که به آن ستم زده بیدل ز عالم اوهام، چه ظلم رفت که مجنون نشد فلاطون شد. اینالی اینجا مجنون ده برابر افلاطون بیدل از این خاطر قرار میده که خواستن دیگرها از روی یک عشق میشه، از روی یک شوق میشه، از روی یک دیوانگی به اصطلاح میشه، و از او خاطر است که اکثر شعرا، اکثر عرفا چه در شرق چه در غرب همیشه از امی جنون یا از امی دیوانگی صحبت میکنند و میگن که فرض میکنم امی تار و پود بعضی انسان ها از یک چیز دیگه ساخته میشه که اونا تنها راجع به خود و برای خود و سر خود فکر نمیکنن، بلکه سر انسانیت فکر میکنن، و بنابراین امی فکر کردن سر انسانیت ما را به این درجه میرسونه که ما از نفس اماره به سوی خود یک قدم بالاتر بریم و این نفس تابع خود بسازیم و ایره به نفس لوامه یا نفس ملامت کننده تبدیل کنیم که این نفس در درون ما ما را محاکمه کرده بتانه و هر عملی که انجام میتیم ایره در ترازوی عدل و انصاف بگذاره و برای ما بگویه که چیزی را که برای خود نمیخوایی برای دیگرها هم نخوای. هر عمل معیارش همیست که اگر برای تو خوب است برای دیگرها هم خوب است، لیکن اگر برای تو بد است او عمل برای دیگرها هم بد است، و بنابراین این یک معیار میشه. به هر صورت امیر حسینی غوری میگه که چون تو نفس خیش را بشناختی، مرکب معنی به صحرا تاختی، دانش نفست نکار سرسریست، گر به حق دانا شوی دانی که چیست. بهر این گفتان که بینایی ره است، حق شناس است آن که از حق آگه است. در حقیقت کی از آن دانا شوی، عیب خود بشناس تا بینا شوی. گه به طاعت گه به عصیان ره زند، آتشن در بار دل ناگه زند. گه لباسی بت پرستی برکشد، گه به دعوای خدایی سرکشد. جرأت ناخورده مستی ها کند، نیستی نادیده هستی ها کند. گر مرادی خود نیابد از درت، جوهری گردد نفیس اندر برت. نفس را گردن بزن فارغ نشین، من بیان کردم سلوک راه دین. البته نفس گردن زدنش هرگز به این معنا نیست که نفس به صورت مطلق بکش، لیکن منظور از گردن زدن ایست که نفس تابع خود بساز. از او خاطر میگه از مقام سرکشی بیرون برش، مار اماره است میزن بر سرش. نفس بدفرمای از آنجا چون گذشت، در طریق بندگی لوامه گشت. گه روت در کوی طاعت پارسا، گه شود قلاش بازار هوا. زین مقام ار یک نفس بالا شود، مطمئن نگردد و زیبا شود. چون برون شد از هوای خاک و آب، هر زمانش ارجعی آید خطاب. نفس را این هر سه وست آمد حیان، آنچه اسرار است ناید بر زبان. گرچه گفتند این معانی را نارواست، با تو رمزی باز گویم از کجاست.
روح حیوانی بود اول نام او، در وجود آدمی آرام او، روح قدسی چون بدو سایه فکند، شد الهام الهی سر بلند. اینالی در اول انسان روح حیوانی داشت، یعنی تنها به نیازهای بدنی و فیزیکی فکر میکرد، لیکن خدا ایره در گمراهیش تنها نماند، انبیاره برش فرستاد که در مراحل مختلف ایره هدایت و رهنمایی بکنند. و ای انبیا نماینده روح قدسی، یعنی نماینده روح خدا بودند که برای ما پیام خدا را آوردن. از این خاطر میگه روح قدسی چون بدو سایه فگند، شد ز الهام الهی سر بلند، گفتگویش داد و نفسش نام کرد، از بد و نیکش همه اعلام کرد. نفس تو چون مرکب جان و دل است، راه به مرکب بریدن مشکل است، پاسبان مرکب خود باش و خیز، تا سوارایی به روزی رفت خیز. دانش نفس ار نباشد حاصلت، کی خبر یابی تو از جان و دلت. بعد از او از معرفت نفس، امیر حسینی سادات به معرفت دل گذر می کنه. بسیار دلچسب است که از نظر عرفا میگن که در دل مؤمن درخت معرفت سبز میشه و این درخت هفت شاخه داره و در هر شاخ دو میوه داره و هر کدام از این شاخ ها به یکی از اندام ها میره. به طور مثال یک شاخه به طرف دو چشم انسان میره و دو میوه و عبرت و گریه است. یعنی انسان چیزی را که در زندگی میبینه از او عبرت میگیره و این عبرت بعضی وقت سبب گریهش میشه. این گریه میتونه که گریه شوق باشه یا گریه ندامت از گناه باشه. یک شاخه دیگه به طرف زبان میره که دو میوه و علم و حکمت است. یک شاخهش به طرف قلب میره که میوه و شوق است و توبه. و یک شاخه به طرف نفس میره که میوه و زهد و عبادت است برای کنترل نفس. یک شاخه هم به طرف مخلوق خدا میره که میوه و امانت و وفا به عهد است. و بالاخره یک شاخه به طرف آخرت میره که میوهش بهشت و نعمتهای آنجهانی است و یک شاخه هم به سوی محبوب میره که میوهش قرب خداوند است و دیدار است. اما در او دلی که درخت معرفت ریشه نگیره و نفس به صورت نفس اماره باقی بانه، در اونجا درخت هوا و هوس ریشه میگیره و این درخت هوا و هوس هم هفت شاخه داره. شاخه که به طرف دو چشم میره میوهش حرص و شهوت است و شاخه که به طرف زبان میره میوهش گزافگویی و غیبتگری است. یعنی هم یک کسی که به اصطلاح میوه آز و شهوت یا میوه گزافه و غیبت به طرف چشم و به طرف زبانش رفته، همیشه در باره خود لاف میزنه و در باره دیگرا بدگویی میکنه. یعنی خود از طریق لاف میخواه خوب جلوه بده و دیگرا را از طریق غیبت بد جلوه بده. اما شاخی که به طرف قلب میره میوهش کینه و دشمنی است. در دل خود نسبت به دیگه انسان ها کینه داره، هیچ وقت به هیچ انسان خوبی را نمیبینه، همیشه دچار یک احساس نفرت از دیگران میشه. و بالاخره شاخی که به طرف نفس میره میوهش حرام و چیزای مشابه به حرام است. و او شاخیش که به طرف خلق میره میوهش مکر و خدعه با مردم است. و شاخی که به طرف دنیا میره میوهش آرایش و ظاهرسازی یعنی ریاکاری است. و بالاخره شاخی که به طرف آخرت میره
میوش پشیمانی و حسرت است. به این ترتیب وقتی که ما احساس میکنیم که سر معرفت دل گپ میزنیم، وقتی که دل در اونجا درخت معرفت ریشه گرفت، بعد از اون میبینیم که او رقم یک دل مخزن اسرار حق میشه و جز حق چیزی نمیگه. میگه دل چه باشد؟ مخزن اسرار حق، خلوت جان بر سر بازار حق. دل امین بارگاه محرمیست، دل اساس کارگاه آدمیست. دل پذیرفت آنچه عالم بر نیافت، دل بدانست آنچه عرش اندر نیافت. بلبل جان را به باغ او نشست، شاهباز معرفت او را به دست. روح قدسی هم نشین و در برش، عقل کل خود پاسبان بر سرش. وصف شیطانی و روحانی درست، ملک روحانی و جسمانی درست. زورق روح است در آب حیات، سیر او در قعر دریای صفات. گاه انس و گاه قرب و گاه عین، چون فلک گردنده بین الاسبعین. اسبعین دو تا کلک است. حق نظرها داردن در کوی دل، نی به هر چوگان در آیت گوی دل. آن که بر پهلوی چپ خانی دلش، آن نه دل باشد ولیکن منزلش. در میان نفس و جانش مستقر، آن یکی چون مادر و دیگر پدر. روح تو آب است و نفست همچو خاک، زیند و جوهر زاید این فرزند پاک. سوی هر دو روز و شب گردان بود، نام او قلب از برای آن بود. چون به هر دو جانبش فرماندهی است، در وجودش مسند شاهنشهی است. هر که او غواص دریای دل است، صد هزاران در معنی حاصل است. گر تو را معنی دل حاصل شود، آن زمان دل در وجودت دل شود. ور در این معنی نداری دسترس، دل مخانش خانه دیو است و بس. آسمان دل چو آمد در وجود، آفتاب جان در آن تابان نمود. من نمی فهم که شما چه وقت دارین. ما 15 دقیقه استاد یا 20 دقیقه وقت داریم با سوال. 15 دقیقه مانده خیم. ما امیج صحبت خود خاتمه میتم در بیان معرفت روح و دیگه چیزها را برای پروگرام آینده شما میگذارم. 15 دقیقه آخر برای شما و برای دوستای شنونده شما وقت میتم که اگر سوالی در ارتباط عرایزی که من داشته باشن، من در خدمتشان هست. زنده باشین استاد. فوق العاده یک موضوع جالب و آموزنده بود، فوق العاده. و مخصوصا در یک قسمت سوالات زیاد مطرح میشه، مگر در قسمت کسانی که به حساب درخت معرفت به دلهایشان ریشه ندوانیده، در اخیرش گفتین که وقتی به پیش خداوند اینا میرن، به پشیمانی و حسرت میرن. همین مرحله پشیمانی و حسرت هم استاد یک مرحله است که انسان وقتی ندامت کنه از اعمال خود، هر انسان متاسفانه به این درجه هم نمیرسه. مسئله است که یکی پشیمانی و حسرت در دنیاست که او سبب توبه شده میتونه. لیکن اگر یک کسی تا وقتی که به اصطلاح امانت بار امانت زندگی به دوشش است و او دچار احساس حسرت و ندامت و پشیمانی نمیشه و بالاخره با امو حسرت و پشیمانی و ندامت از دنیا میره، در اون صورت سر و کارش با خداوند است. او را ما چیز گفته نمیتونیم. خداوند آمرزنده بزرگوار است، میتونه او را ببخشه، میتونه او را مجازات کنه. او موضوع است که از حدود فهم و دانش ما بیرون است. از همکار تخنیکی ما در ایالات متحده امریکا از خاله جان خواهش میکنم که نمره سلفون ما را پس کنن، چرا برادرها و خواهرها به اونجا زنگ میزنن و من نمیتونم به این وقت تلفن دستی خود بگیرم. تلفن استودیو که هست 00-49-201 امو درست است. و همچنان استاد، من در هفته گذاشته یک سوال از شما داشتم. هموطنا در هفته هایی که گذاشته همه متوجه هستیم که متاسفانه همی قرائت های ما از دین و
تعابیر ما و مخصوصا بعض مسائلی که مطرح میشه اکثرا به جای یعنی عمدتا روی تفسیر و یا نقل قول و یا نقل از یک حدیث گرفته میشه و در او باره مسائل مطرح میشه. ما خواستم که در هفته گذشته شما لطف کنین که اگر زحمت نشه مختصر چون تلفن های امتانا همه روشن شدن که راجع به خود حدیث جمع‌آوری حدیث و مسائل اگر در این برنامه کمی روشنی پرتین و برنامه های آینده هم مفصلتر استاد. خب عرض بکنم خدمت شما که اول باید حدیث تعریف بکنیم. بله. حدیث قول و فعل حضرت پیامبر اکرم است. بله. و حدیث بعد از کلام الله مجید دومین منبع تشریع در اسلام است. بله. باید بیاد داشته باشیم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نتیجه صداقت دعوت خود یک اثر بسیار بزرگ بر هم عصران خود داشت، به خاطر که از هر چیزی که می گفت به خاطر خود نمی گفت و به خاطر خود استفاده نمی کرد و بنابراین می بینیم که اندکی بعد از رحلت او اسلام از مرزهای عربستان سعودی به بیرون را پیدا کرد و طبعا بعد از وفات حضرت پیامبر قرآن یگانه منبع هدایت مسلمان ها بود. اما در بعضی حالات به طور مثال قرآن گفته بود که شما نماز بخوانین، اینالی چگونه نماز بخوانین، چند رکعت نماز بخوانین، به چه ترتیب نماز بخوانین، این حضرت پیامبر اکرم باید با قول و فعل خود برای مسلمان ها میفهماند و بنابراین میبینیم که حدیث یک ضرورت تشریع است و از امو خاطر امو حیثیت در تشریع پیدا میکنه که کلام الله مجید. اما یک مسئله است که در زمان حیات حضرت پیامبر اکرم اصحاب گفته های حضرت پیامبر اکرم حفظ می کردن و چون شخص پیامبر برشان گفته بود که گفته های مرا ننویسن و اگر نوشته باشن محو کنن، که البته اید اوائل اسلام است، چنان که حضرت ابوبکر صدیق در حدود 500 حدیث از حضرت پیامبر یادداشت کرده بود که نزد حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها بود و او را از پیشش گرفت و ششت، و وقتی که حضرت عایشه صدیقه دلیلی کار پرسان کرد گفت که برخی از این احادیث ما از دیگرا شنیده بودم و بنابراین من نمی فهمیدم که این به اونمو الفاظ خود پیامبر برای ما گفته شده و یا الفاظ پیامبر نبوده. اینالی باید به خاطر داشته باشیم که در او روزا نه قلمهای امروزی وجود داشت و نه کاغذهای امروزی وجود داشت تا اشخاص بتانند چیزی را که میشنوند فی المجلس بنویسند. بنابراین همیشه خطر فراموش کردن عین لفظ پیامبر وجود داشت. از او خاطر در قرن دوم وقتی که به گردآوری حدیث همت گماشتن دو مسئله پیش مسلمان ها مطرح بود، یکی اسناد یا سند حدیث و دیگه متن حدیث. اسناد زنجیر راویای حدیث تا خود حضرت پیامبر می رساند و متن هم در الفاظ حدیث دقت می کرد که آیا امو لفظ در روزگار حضرت پیامبر به امو معنا مصطلح بود یا نه و آیا پیامبر او لفظ به کار برده یا امکان نداره که او را به کار برده باشه یا او لفظ بعدن در زبان پدید آمده. به امی جهت در میان مسلمان ها دو دسته به وجود آمد، یکی او کسایی که محدثین بودند و احادیث گردآوری میکردند و کوشش میکردند که سند و متن حدیث روشن بسازند، و لکن یک عده دیگه حاضر نبودند که به کار محدثین ارزشی را که شایستهش بود بتن.
بالاخره در نتیجه تلاش های امام شافعی محدثین میدان بردن و حدیث به عنوان دومین منبع تشریع اسلام جایگاه خود یافت. در زمان حضرت ابوبکر صدیق هر کسی که حدیثی را روایت می کرد حضرت ابوبکر صدیق از او یک شاهد هم طلب می کرد که یکی روایت کننده حدیث بود، یک کسی دیگه باید به عنوان شاهد می گفت که من امی حدیث ما هم از حضرت پیامبر شنیدیم و در او صورت او حدیث به عنوان حدیث معتبر و درست قبول می شد. در زمان حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان زنورین و حضرت علی کرم الله وجهو امی ترتیب روزگار ابوبکر صدیق جریان داشت و قبل از اینکه کتاب های معروف حدیث به وجود بیاید بعضی از اصحاب برای خود صحیفه های از احادیث حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ترتیب نموده بودند که امی صحیفه ها در روزگار تابعین ماخذ کتاب های حدیث شد. و گفتیم که این بسیار برای مسلمان ها از این جهت ضرور بود که وقتی که فرض میکنم گفته بود که نماز بخوانین یا زکات بدین، چگونه نماز بخوانین یا چگونه زکات بدین و این مسائلش حدیث میتونست روشن بکنه. و وقتی که قلمرو اسلام توسعه یافت و بسیار وسیع شد در او صورت در دوران اموی ها و عباسی ها مسئله جعل حدیث هم بازار بسیار گرم پیدا کرد و احادیث بسیار زیاد به دلایل مختلف جعل شد یا دلایل مختلفی که وجود داشت. یا فرض میکنم یک کسی میخواست که یک نظری را که داده بود تاییدش از دین برای خود بگیره و بنابراین از حضرت پیغمبر حدیثی نقل میکرد، آلان که او حدیث واقعا از حضرت پیغمبر نبود. بنابراین در دوران خلفای بنی عباس مسئله مبارزه بر ضد جعل حدیث آغاز شد و بالاخره مثلا جاهلای حدیث مورد محاکمه قرار گرفتند، چون که ابو جعفر منصور مثلا در سال 145 هجری قمری محمد ابن سعید ابن حسان اسدی را به جرم زندیق بودن و جعلی بودن احادیثش به دار آویخت و امو قسم در سال 160 هجری قمری در زمان خلافت مهدی عبدالکریم ابن عوجا به کیفر جعل احادیث اعدام شد و وقتی که لبی تیغ تیز در گردن خود دید و مطمئن شد که آلی او را میکشند با صدای بلند فریاد کرد که ما 4000 حدیث برتان جعل کردیم که حرامتان حلال و حلالتان حرام ساخته. اینانی به این مقیاس اگه حدیث جعل شده باشه دیگه بسیار مشکل میشه و از طرف دیگه اگه ما عقل سلیمه با داوری بگیریم تمام دوران نبوت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال بود و اگر ما یک سال قمری را 355 روز حساب کنیم و 23 را در 355 ضرب کنیم جمعا دوران نبوت پیامبر به 8165 روز میرسد. آلی اگر یک فرض محال دیگه بکنیم و بگوییم که حضرت پیامبر مثلا روزانه 10 ساعت مسلسل و بدون وقفه با اصحاب خود در باره جنبه های مختلف دین صحبت میکرد مجموعه احادیث و چیزی در حدود 81650 حدیث میرسد. اما آلی ما نقل قول از حضرت امام بخاری برتان میخوانم که او خودش چی میگه. میگه که تألیف این کتاب را در مسجد الحرام و در کنار بیت الله آغاز نمودم و احادیث صحیح این کتاب
کتاب را از 600 هزار حدیث انتخاب کردم و جز حدیث صحیح در آن ننوشتم و قبل از نوشتن هر حدیث غسل کردم و دو رکعت نماز خواندم و بعد از نماز و استخاره از خدا و حصول یقین به صحت حدیث آن را در کتاب نوشتم و در مدت 16 سال تألیف این کتاب را به اتمام رسانیدم و آن را در بین خودم و خدای خودم حجت قرار دادم. و حضرت امام بخاری بالکل راست میگه و دقیق میگه. و ضمناً از امو خاطر است که امروز بعد از قرآن صحیح بخاری شریف به جمله کتابای بسیار ثقه حدیث است. اما به هر صورت بعد او هفته برای شما اشاره کردم که به طور مثال شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی هر دویشان کتابی به اشتراک هم سر سیرت حضرت پیامبر به نام فروغ جاویدان نوشته کردند که خوشبختانه او کتاب به فارسی هم ترجمه شده و در اونجا همون معیارهایی را که برای قبول حدیث پیش روی ما است اونا را یکه یکه بررسی کردن و گفتن که ما چگونه میتونیم که حدیث درست از حدیث نادرست تفکیک کنیم. و از طرف دیگه ابن جوزی در این زمینه گفته که هر حدیثی را که مشاهده کردی که برخلاف عقل یا اصول مسلمه فقهی است، البته عقل در اینجا به معنای شعور عام استعمال شده، یعنی همون چیزی که انگلیس ها برش common sense میگن، میگه هر حدیثی را مشاهده کردی که برخلاف عقل یا اصول مسلمه فقهی است، بدان که موضوع یعنی ساختگی و جعلی است و نیازی به این بحث ندارد که راویان آن معتبرند یا غیر معتبر. همچنان آن حدیث که برخلاف محسوسات و مشاهده باشد یا آن حدیثی که در آن بر انجام امر معمولی تهدید به عتاب سخت شده باشد یا بر انجام یک امر معمولی نوید ثواب بزرگ داده شده باشد. این نوع حدیث در بین واعظا بسیار پیدا میشه. ما به خیالم که بر وقت دار وقت میگیرم. خواهش میکنم استاد، این بس ادامه پیدا داره پیدا میکنه، شرایط دیگه شما بعدن عرض میکنم اگه احیانا کسی کدام سوالی داشته باشه. بله استاد، وقت برنامه پوره شده و همچنان همکار تکنیکی ما تلفن های استودیو رو متاسفانه نماندن، به هر صورت هموطنان در ابتدا زیاد زنگ زدن ولی وقت برنامه پوره شده. انشاءالله در هفته های آینده راجع به مسئله حدیث باز هم ما بحث میکنیم، چرا بسیار حیاتی و اساسی و بسیار سرنوشت ساز است برای مسلمان ها، مخصوصا در غرب. ما دین خود را بر اساس احادیث جعلی، احادیثی که اصلا هیچ به عقلانیت و به کرامت انسانی برابر نمی باشه، بعض اوقات متاسفانه توجیه میشه، دفاع میشه و گفته میشه که بله چنان واقعی صورت گرفته بود، در حالی که یک تهمت محض به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و به زندگانی شخصیتی که کاملا مانند یک انسان زندگی کرد و پیغمبر بود که در میان جامعه زندگی کرد و زندگیش متولور از تمام خصوصیات یک انسان عادی بود، زن داشت، اولاد داشت، درد داشت، رنج داشت، خواب میکرد، میخورد، مینوشید و هیچ چیزش با دیگه انسانات تفاوت نداشت، ولی بعض اوقات کارهایی را که هیچ به حق انسان جور نمیه و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اتهام میذارن که این وظیفه علما، دانشمندا، برنامه سازها و مخصوصا شما شخصیتای علمی و ملی هست که راجع به حدیث و علم حدیث و تاریخچه حدیث جوانان ما را و خواران و برادران و بیننده ها را منور بسازید. من از شما یک جهان سپاس میکنم. تا برنامه آینده استاد یک جهان تشکر. انشاءالله شما را به خداوند کریم رحیم خدا حافظ شما. زنده باشید استاد گرامی، زنده باشید. هموطنان گرامی، خواران و برادران، برنامه در شام عرفان در امیجا به پایان میرسه. من از حوصله‌مندی شما، از علاقه‌مندی شما به برنامه یک جهان سپاس میکنم. انشاءالله تا روز دوشنبه در برنامه سیاسی افغانستان در مهراق حوادث از استودیو دنیا شما را به خداوند کریم رحیم سپارم. بیننده و ادامه دهنده برنامه های جالب شبکه جانی آریان افغانستان باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
Oh.